دوستان سلام، مخلص همیشگی بازم سر و کلش پیدا شد. روغن ولایت تو مایتابه بحرانها به قدری داغ شده که فقط یه قطره آب کافیه تا جلز و بلزش همه جا رو پر کنه. بذارید یه نمونهشو عرض کنم. شیخ فری تو روز کارگر یه نمایش کمدی درام ترتیب داد تا با فیگورای بنفشش جلوی مراسم مستقل کارگری رو بگیره. که چی؟ که خودشو حامی اول و آخر کارگره جا بزنه. آقای وزیر، نگذارید خانه کارگری بی فروغ بماند. چراغ کار و اشتغال در سراسر ایران عزیز ما باید همواره تابناک باشد. پسر عجب بازی کرد. جان موشکاف همین دیالوگش مینیموم 4 تا اسکار داشت. آخه بابا، پاچه برمالیدگی هم حدی داره. تو این 10 ماه اولین بارته که اون یارو روی رو میبینی که عد گذاشتی این جمله رو تو جمع کارگر رو بهش بگی. بعدشم خانه کارگری بی فروغ نماند که واسه کارگرا آب و نون نمیشه. جواب درد کارگرا رو چی میدی؟ امروز میلیون ها جوان تحصیل کرده ما آماده اشتغال هستند. کش بس غیب گفتی؟ اینو که خودمونم میدونیم. تو چه غلطی میخوای بکنی؟ چه من افتخار میکنم دست همه کارگران ایرانی را ببوسم. نه خیلی، این طرف رفته زیر عبای حقوق بازی و بیرون بیام نیست. با این حال کارگرای بامرام هموطن نقشه شفری رو نقش براب کردن و بسات شامورتی بازیشو به هم زدن. واسه همینم بود که دیروز جنتی لعنتی دست باچه و تتپته کنن اومد فضاحت شیخ فری رو جمع کنه. همه همون داستان روغن داغ و جلز و بلز. تو کارگر نزوید فضق بکشیم باشد که برم کار بکنم، پول بگیرم، بیام نون بخورم، زندگی اداره بکنم. این نیست، این یک کارگر انسانی با فضیلت نیست. مثل همه مردم دیگه این باید معنویت داشته باشه، باید معرفت داشته باشه، باید خدا رو بشناسه. به این میگن عدالت ولایی. پول و نون و امپراتوری میلیاردی و ماشینای اونچنانی مال سید علی بافور و آخوندهای شکم گنده، فضیلت و معنویت و معرفت و از این حرفا مال کارگرا. اینجاست که باید گفت لعنتی لعنتی خلاصمن ملتی، لعنتی لعنتی خلاصمن ملتی، لعنتی لعنتی. یه وقت فکر نکنید وقاحت این یارو جنتی به همینجا ختم میشه ها. نه، طرف یه چیزی تو مایه های 400-500 سال عمرشه، اما به اندازه عمر کره زمین وقاحت و دریدگی ذخیره کرده. ملاحظه کنی؟ من باید بدم دست این رهبر عزیزمون رو باید بوسید که ایشون بلند میشه میره تو گروه صنعتی محفا، اونجا با این کارگر رو احترام میگذره. افتخاریست برای اینا که بزرگترین شخصیت مملکت ولی یه امر مسلمین اومده از اونا دلجویی میکنه، احوال پرسی میکنه روز کارگر و نوازششون میکنه. اوه، تو دبیر شورای سگای نگهبانی یا ذلیل مجمع پاچه‌خواران نظام؟ وقتی خواستی دست ولی امرتو ماچ کنی بهش بگو سید علی بافور. با نرمش و نوازش و این بازیا نمیتونی خودتو در ببری. کارگرای ایرانی حقشونو از حلقومت بیرون میکشن. این خط و اینم نشون. افسانه نامشفا
شکار.